رئیس جمهور اوکراین به روز جمعه از خطوط مقدم جنگ در منطقه دونتسک شرقی دیدن کرد و از تلاش های پرسنل صحی تمجید و قدردانی کرد. از کمکتان برای بهبودی سربازان ما و خدمت به اوکراین سپاسگزار هستم. برای شما آرزوی پیروزی و سلامتی دارم. آرزو میکنم قوی بمانید. عظمت و افتخار برای اوکراین. اوکراین توسط نیروهای مسکو شکست خورده است و در حال از دست دادن زمین‌های بیشتری است. شهرهای مختلف آن همه روز مورد حملات میزایل‌ها و درون‌های روسیه قرار می‌گیرد. در حمله روز چهارشنبه به منطقه چرنی هایف کم از کم 13 نفر کشته شدند. آماندا پال تحلیلگر در مرکز سیاست اروپا می‌گوید که کیف بارها از غرب برای کمک نظامی بیشتر درخواست کرده است. روس‌ها از ناکامی غرب در فراهم کردن کمک‌های نظامی کافی به اوکراین از جمله سیستم‌های مدافع هوایی برای ضربه زدن به زیرساخت‌های این کشور استفاده کردند. کشورهای اروپایی به مقدار قابل توجهی از کمک‌های نظامی را به اوکراین ارسال کردند. در ماه مارس اتحادیه اروپا تعهد کرد تا بیش از 5 میلیارد دلار را برای تهیه اسلحه برای کیف به مصرف برساند. پس از نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا در این هفته، صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه از متحدان خود خواست تا سیستم‌های دفاعی هوایی پاتریوت را که ساخت آمریکا است به اوکراین تحویل دهند. ما شنیده ایم که باید 7 سیستم دیگر یعنی سیستم دفاع هوا به نام پاتریوت به اوکراین اعزام شود که یکی از آنها از ما می باشد و ما امیدوار هستیم که 6 سیستم دیگر آن در چارچوب کشورهای ناتو به دست بیاید. اروپا هرگز کار را به سرعت انجام نمی دهد و این نمونه بارز آن می باشد. اروپایی ها برای مدت طولانی می دانستند که باید کمک های خود را به اوکراین افزایش دهند. این حتی قبل از مسدود شدن بسته ایالات متحده آمریکا بود. اکنون ما شاهد اظهارات قوی تری هستیم. منظورم از صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه است. اما ما هنوز هم حرف های زیادی می شنویم و عمل وجود ندارد. با وجود درگیری ها در میدان جنگ، اردوی اوکراین به دفاع از حملات روسیه ادامه می دهند و ادعا می کند که بم افکن های استراتژیک TU-22 را روز جمعه بر فراز حریم هوایی روسیه سرنگون کرده است. در همین حال، هالند روز چهارشنبه 3 جت جنگی F-16 دیگر را به یک مرکز آموزشی اوکراین در رومانیا تسلیم کرد. دنمارک، هالند و ایالات متحده قرار است تا 10 جت های F-16 را در اوایل تابستان امسال به کیف تحویل دهند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.